بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين صدق الله العظيم خدمة حزرنا هاي المحترم برادران عزيز بابا زرقوار خواهران با عزت و وافت السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات خداوند قادر و منان را متشکر و سپاس گذاریم از این که بار دیگر و یا هفته دیگر عمر را برای من و شما ارزانی فرمود و توفیق و عنایت فرمود تا لحظات را در خانه او گرد هم جمع شده و بر سفره رحمتی بیکران الله جل جلاله نشسته باشیم و از فیوزات و برکات و رحمات الهی استفاده نماییم امید است که خداوند همه طاعات و عبادات و بندگی من و شما را در درگاه خود مورد قبول عنایت بفرماید و از سر تقصیرات همه ما درگذرد و قلمی عفو و بخشش خیش را بر روی گناهانمان بکشد و در روز قیامت در میدان محشر پرونده اعمال من را به دست راست عنایت بفرماید و ما را از شفاعتی سرور و سردار انبیا محروم نگرداند آمین یا رب العالمین برادران عزیز و بزرگوار بحث امروزی ما بیا بحث این هفته ما تحت عنوان جایگاه و مقام و منزلت امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علی از دیدگاه دانشمندان اسلامی هست در این هفته ای که گذشت ممکن بسیار از من شما شاهد بودیم که مدت سه روز در کابل جلسه بسیار بزرگ در لوی جرگه گرفته شد که همش صحبت روی شخصیت و مقام والای امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علی بود اینکه امام ابو حنیفه چه کسی بود و چه خدمات ارزندیر به امت اسلامی انجام داده و ما در برابر این شخصیت چه مسئولیت داریم و باید شخصیتش را بهتر بشناسیم پیرامون این قضایا صحبت خواهد شد بعضی از افراد افتخار اونها و یا افتخارات اونها تنها مربوط به یک قوم یک ملت و یا یک مردم نمی شود بلکه افتخار اونها برای کل انسانیت است نه اسلام بلکه غیر مسلمان ها هم با او افتخار می کنند بعضی اشخاص در تاریخ بشریت وقتی نگاه کنید می بینید افراد بودن اشخاصی بودن که همه انسانیت به اونها افتخار می فرق نمی کند کسایی که به او افتخار می مسلمانن یا غیر مسلمان از جمله این اشخاص که مربوط افتخار همه انسانیت است هر کسی تلاش می کند و دعوا می کند که مربوط به ما هست که قرآن شخصیتش را بیان میکنه حضرت ابراهیم است ابراهیم علیه صلات و السلام از جمله افرادی است که یهودیت ادعا میکنن که ابراهیم از ما هست نصرانیت ادعا میکنن که ابراهیم از ما هست مشرکین حتی کسایی که به خداوند شرک قائلن اونها هم ادعا داشتند که ابراهیم مربوط به ما می شود یعنی شخصیتی ابراهیم آنقدر قابل فخر بود آنقدر قابل افتخار بود که همه می گفتند ابراهیم مربوط به ماست و مسلمان ها افتخار می کنند میگن ابراهیم مال ما هست مربوط ما می شود این قضیه در تاریخ وقتی نگاه بکنید بعضی انسان های دیگری بودند که جایگاه و مقام اونها به جایی میرسد که مرزی قوم و نجات و سمت و سو و تعصب میشکند افرادی که هیچ از نظر اعتقاد از نظر باور از نظر به اصطلاح بگم هم فکری با هم هیچ نزدیکی ندارن اما اونها فخر میکنن که ای انسان مربوطه به ما میشه به اول حاضر است که قرآن میگه ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ابراهيم يهودي نبود ابراهيم نصراني يعني مسيحي نبود ابراهيم بل كي يك مسلمان موحد بود چون انبياء عليه الصلاه والسلام گرد یک محور میچرخیدن همه مسلمان بودن همه اسلام قبول داشتن دینی همه دور یک محور میچرخید که او کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم گرچه که کلمه گا وقتی تغییرات داشت و طور مثال در زمان موسی لا اله الا الله موسی کلیم الله

جغرافیه که زندگی بکند ورش افتخار میکند به همون لحاظ است که در دنیا او را لقب دادن به نام امام اعظم میگن یعنی امام بزرگ امام دانشمند امام عالم امام مفسر محدث فقیه امام که افتخار همه امت است امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه در تاریخ هشتاد هجری به دنیا آمده یعنی هشتاد سال بعد از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم. یعنی خیلی نزدیک بوده از نظر زمانی و پیامبر صلی الله علیه و به همو لحاظ است که از جمله تابعین است تابعین به کسی میگویند که او به اصحاب پیامبر صلی الله علیه و ملاقات کرده و اونها صحبت کرده اونها را دیده و در دنیا در حال ایمان از دنیا رفته و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقت مقامی انسان ها را بیان می کند و مقام و ارزش زمان را جنبندی می کند می فرماید خیر القرون قرنی بهترین زمان ها زمان من است چون من رسول خدا صلی الله علیه و سلم حضور دارم و قرآن مستباران رحمت الهی نازل می شود و بهترین انسان ها اصحاب من است که در زمان من هستند و بعد میگه ثم الذين يلونهم یعنی کسایی که بعد از صحابه می آین، یعنی تابعین اینها بهترین انسان ها و در بهترین زمان زندگی میکنند. کنند نظر به این احادیث پیامبر صلی الله علیه و امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علی از جمله افرادی است که در زمانی درجه دوم زندگی کرده یعنی از دیدگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم زمان و یا ایام به چهار مرحله تقسیم شده میگه بهترین زمان ها و بهترین انسان ها انسان های زمان من هست و بعد کسایی هستند که بعد از اینها می آین. یعنی تابعین بهترین زمانم باز زمانی اونهاست و بعد میگه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم کسایی که بعد از تابعین میآیند یعنی تبعی تابعین او که برای کسی میگن که تابعین رو دیده باشه صحابه به با او کسی میگن که پیامبر رو دیده تابعین به او کسی میگن که او با صحابه ملاقات کرده تبعی تابعین به کسی میگن که او با تابعین ملاقات کرده اتبای اتبا برای کسی میگن که او با تبعی تابعین ملاقات کرده باشه یعنی سلسله به سلسله درجه به درجه هم زمان از نظر کیفیت فرق میکنه هم انسان ها فرق میکنن بناهن امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علی از جمله افرادی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم بشارت داده که بعد از صحابه کسایی میآیند که اونها بهترینن یعنی تابعین انسان های بزرگواری هستند ما در برابر اونها مسئولیم اونها در راه دین خدا از هیچ چیزی دریغ نبرزیدن همه جد و جهد و تلاششان را انجام دادن همه وقتشان را صرف راه دین خدا کردن همه مال و زندگیشان را صرف راه دین خدا کردن اونها مثل ما باریم مفتخور نبودن که با چند روپیه معاش و زندگی بکنن وقتی انسان تاریخ امام ابو حنیفه را میخواند خجالت میکشد که یک دانشمندی با این همه مقام با این همه جایگاه علمی با این همه بزرگواری ولی در کنار اون یک تاجر بزرگم هست در کنار اون یک انسان زحمتکش است در کنار اون یک کارگر قوی هست یک بزاز قوی هست در زمان خودش او منتظر نبود که یک کس ختم قرآن بکنه برش پاکت بده او منتظر نبود که سر جنازه برش اسقاط توضیح بکنن اون منتظر این نبود که یک کسی او را دعوت بکنه نان مفت بخوره او انتظار این نداشت که از جیب کسی نان مفت بخوره خودش زحمت میکشید تلاش میکرد و در کنار این تلاش و زحمت چقدر مسائل علمی داشته چقدر جهت علمی داشته یعنی زندگی امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علی دو جهت داره یکی جهت علمیش است بحث بررسی علم ابو حنیفه دانش امام ابو حنیفه تلاش های علمی امام ابو حنیفه برای امت اسلام خدمات علمی ابو حنیفه رحمت الله تعالی علی این یک بخش از زندگیش است بخش دوم زندگی امام ابو حنیفه برمیگرده به بخش تجارت سرمایه گذاری تلاش جد و جهد، کار برای ساختن دنیا و آخرتشان چون دینی ما یگانه دینی است که انسانها را از گدایگری از مفتخوری از لندغری منع می کند برای انسان دستور میده که باید انسان تلاش بکند به همو لحاظ است که ما در قرآن وقتی میخوانیم و در احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم هیچ روزی در تاریخ اسلام ما به نام روز رخصتی نداریم به نام روز تعطیلی نداریم یعنی انسان باید همیشه تلاش بکنه همیشه زحمت بکشه بار دوشی جامعه نباشه بار دوشی دیگران نباشه خودش باید کسی باشه که دیگران را احسان بکنه خدمت بکنه نفعی بری دیگران برساند و غالبا تلاش انسان ها همیشه چار نوع است یک تلاش انسان برای خود انسان است حق داره انسان برای خودش تلاش بکنه زحمت بکشه زندگی خوبی داشته باشه موتر سواری خوبی داشته باشه خانه خوبی داشته باشه لباس خوبی داشته باشه همسر خوبی داشته باشه این تلاش انسان برای خودی انسان است عالمی خوبی باشه دانشمند خوبی باشه متخصص خوبی باشه اگر هر قدر انسان درس بخونه تعلیم بکنه یک جهتی ایتلاش تلاش برمیگرده و خودی انسان برمیگرده یعنی یک جهتی زندگی انسان تنها تلاش برای خودی انسان است نوعی دوم تلاش انسانها تلاش برای دیگران هست یعنی به خدمت به خلق الله هست پیامبر صلی الله علیه و میگه انسان نباید تنها برای خودش تلاش بکنه زحمت بکشه نباید ما فردگرا باشیم نباید ما انحصارگرا باشیم نباید تنها ما خودپسند باشیم به فکر خودمان باشیم بلکه پیامبر صلی الله علیه و میفرمایند بهترین انسان ها او کسانی است که نفع اونها به جامعه برسه منفعت اونها چی منفعت مادی منفعت معنوی منفعت علم اونها منفعت قلم اونها منفعت قدم اونها منفعت درم اونها درهم اونها از هر نوع تلاش برای امت اسلامی کوتاهی نکند باید به همون لحاظ است که علما میگن امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه در این تراز از انسان ها قرار داره یعنی از جمله انسان است که هم برای خودش تلاش کرده زحمت کشیده و یک فقیه و یک مجتهد مطلق شده در زندگی یعنی آنقدر درس خوانده زحمت کشیده تلاش کرده که هم خودش یک دانشمند بوده و هم تعداد کثیر دانشمندان از زیر دستش بیرون شدن و هم برای امت اسلام نفع رسانده یک نوع تلاش انسان برای خود انسان است نوع دوم تلاش انسان برای جامعه هم نوعانی انسان است نوع سوم تلاش انسان برای عمران و آبادی محیط زیستی که در او زندگی می کند ما مسئولیت داریم حتی در پیشگاه خداوند مسئول استیم در ساحه و در محیط و در جغرافیایی که زندگی می کنیم. باید او را آباد بسازیم او را پاکیزه بسازیم چون محیطی که ما زندگی میکنیم ما به عنوان یک مسلمانیم مسلمان کسی است که هم نظافتی بدنی داره هم نظافتی درونی داره قلبش از کینه و بغض ادابت و دشمنی پاک میکنه هم نظافتی محیطی زیستش مسلمان پاک است و باید همیشه پاکیزه زندگی بکند و باید جایی که زندگی میکنید آباد بکنید الله تبارک و تعالی در قرآن میفرماید هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها الله شما را از این زمین آفریده تا که این زمین را شما آباد بکنید هر قدر عمران و آبادی بیشتر بشه زمینه کاری بیشتر مساعد میشه هر زمینه کاری بیشتر مساعد بشه سطح فساد و جرم جنایت در یک جامعه کم میشه امروز بیشترین جنایاتی که مرتکب میشوند انسانهای بیکار مرتکب میشه اگر ناموس مردم را تعقیب میکنن بیکاران و لندگران که داخل کوچه روز از صبح تا شام بیکار هستند اونها هستند که کار انجام میدن اگر سرقت میکنن کسانی هستند که اونها سر و صدایشان است که ما کار نداریم وظیفه نداریم دست به تجاوز و سرقت به حریم دیگران میزنن اگر جنایت دیگری انجام میدن بیشتر این جنایات به فساد را کسانی میکنن که اونها بیکارن وقت اونها پر نیست بناان عزیزان من نوعی سبب تلاش انسانها انسان ها تلاش برای جامعه انسان است ما در این جامعه که زندگی میکنیم مسئولیت داریم چه زیبا میفرماید پیامبر صلی الله علیه وسلم چی زیبا تشخیص داده 1400 سال قبل امروز وقت شما ای احادیث رو میخونید تعجب میکنه انسان که یعنی در او زمان یک چنین فکر یک چنین طرحی بوده و امروز ما میگیم که ما زمان پیشرفت قرار داریم ما در زمان تکنولوژی قرار داریم ما در زمان اوجی ترقی و ابزار و عب... وسائل و اسباب قرار داریم ولی 1400 سال پیش پیامبر صلی الله علیه و طرح داده به ما میگه بهترین صدقه اوست که یک پلر بسازید یعنی اگر در محیطی که زندگی میکنید مردم نیاز به یک پل داره از رویش عبور و مرور کنه بهتر است که او را بسازید و بعد میگه بهترین صدقه است که یک راه را آباد بکنید یعنی کوچه هایی که در او زندگی میکنید مردم از بدل میشه هر روز مردم ازیت میشه او را آباد بکنید و بعد میگه بهترین صدقه اوست که درخت بشانید یعنی فضای سرسبز داشته باشید محیطی زیستی پاکیزه داشته باشید و در رأس همه بعد پیامبر صلی الله علیه و میگه لعنت خدا بر او کسی که ای پلو ای راه و ای فضای سبز رو تخریب میکنه خراب میکنه شما چی تصور میکنید چنین دیدگاهی جامعه که 1400 سال قبل ای دیدگاه طرح شده و ما امروز در قرن 21 هنوز نمیدانیم چی کنیم هنوز در کوچه ها میرید بینیت مگر بگیری از چتلی و بدبوی راه نیست که بری و مسلمان هم هستیم پنج وقت نماز هم میخوانیم قرآن هم میخوانیم ده منزل تعمیر رو بلند کردیم فاضلا به ما از داخل کوچه رد میشه صدها نفر هر روز از اون مسیر میره و میآیه اینها به اصطلاح مردم اذیت میشه در حالی که دین ما میگه بهترین مؤمن کسی است که مردم ازش اذیت نشه از دست کارش کردارش زبانش قلمش قدمش صدایش کسی اذیت نشه دستش پایش مؤمن او کسی است که مردم ازش اذیت نشه شما تصور بکنید چقدر مردم اذیت میشه در حالی که امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه کسی است که در زمان خودش این فرهنگار را پیاده کرده در زمان امام ابو حنیفه بهترین شهر شهری بود که ابو حنیفه در او زندگی میکرد بهترین محیط محیطی بود که ابو حنیفه در او زندگی میکرد چون تلاش میکردن هم برای دنیایشان هم برای آخرتشان بنابراین ما چهار نوع تلاش داریم یک برای خود ما دوم برای هم نوعان ما یعنی انسانهای دیگر سوم برای عمران و آبادی جامعه ما چهارم برای الله تبارک و تعالی هر عملی که انجا می میدهیم باید منشی ربانی داشته باشه نیت ما باید خدایی باشه باور بکنید اگر میلیون ها دلار مصرف بکنید اگر سالها تفسیر و حدیث درس بدید اگر ده سال پنجاه سال استاد دانشگاه و پانتون باشی تدریس بکنی اگر نیتید اصلاح نبود روز قیامت یک ذره به درد انسان نمیخوره یک دانه گندم هم به درد انسان نمیخوره مهمترین چیز اینجاست پیامبر صلی الله علیه و اشاره میکنه التقوا هنا تقوا میگه اینجاست اصحاب من بدانید قلبتان را پاکیزه بکنید از کینه و بغض و عداوت و دشمنی و نمامی و سخنچینی و فریبکاری و به هم اندازی و دربدری و غیبت کردن و توهین کردن و تحقیر کردن و تمسخر کردن دیگران قلبتان را پاکیزه بکنید نیتیتان اصلاح بکنید برای هر عبادت در طول حیات انسان پنجاه سال اگر انسان نماز بخوانه یک سال اگر نیتش اصلاح باشه صد درصد به خاطر خدا خوانده باشه چلو نه سال دیگرش هیچ همو یک سال وسیله نجات انسان میشه اگر صدها عمل ار انسان انجام بده به بینی صد عمل نود و نه تا ریا باشه یکی برای خدا باشه روز قیامت همو یک عمل دست انسان میگیره نود و نه تا دیگه هیچ میشه اگر ده لک افغانی انسان خرج بکنه از این ده لک نو لک و نه هزار افغانی ریایی باشه یک هزار خدایی باشه روز قیامت او یک هزار دست انسان میگیره نو لک و نود و نو هزار دیگه بیهوده میشه خدا در میدان محشر میگه تو به خاطر من انجام ندادی بنده ای من تو خب به خاطر من این کارو نکردی برو به خاطر هم کسایی که کارو به خاطر اونها انجام دادی برو مزد از اونها بگیر بنان عزیزان من امام ابو حنیفه رحمت الله و تعالی علیه کسی بود که هر چهار نوعی تلاش را انجام داد در حیات خودش هم برای خودش خدمت کرد هم برای جامعه انسانیت خدمت کرد هم برای عمران و آبادی محیطی که در اون زندگی میکرد تلاش کرد هم به خاطر الله تبارک و تعالی تلاش زحمت های زیادی متقبل شد تقوای امام ابو حنیفه چی انسان متقی بود قرآن میگه بهترین انسان ها کسی است که با تقوا باشه امام ابو حنیفه از جمله بهترین انسان ها بود این اکرمکم عند الله اتقاکم نگفته اقواکم اجملکم بهترین شما کسی است نزد خدا که او با تقوا باشه نگفته زیبا باشه قوی باشه مالدار باشه عالم باشه نی معیار برترین نزد الله تقوا هست پرهیزگاری است انسان به تقوا و پرهیزگاری به مقامی میرسد که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند الله میگه من چشمی و انسان میشوم تا توسط من ببیند دستی او میشوم تا به توسط من بگیرد پای او میشوم تا قدم بردارد الله اکبر یعنی کسی که متقی شد همه چیز را الله تبارک و تعالی در اختیارش قرار میده امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علی از جمله متقی ترین انسان های زمان خودش با. در تاریخ امام نقل است خوب دقت بکنید چقدر فرق بوده بین تقوای اونها تا از ما میگن روز از روزها کسی از راه رد میشد دید که امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علی صاحب مذهب احناف شخصیتی بزرگ که قابل افتخار همه امت هست میگه امام ابو حنیفه در یک کنار راه در آفتاب گرم استاده و یک طرف دیگر راه یک تعمیر است یک خانه دو منزله و در کنار او خوب سایه هست میگه به امام رسید سوال کرد سلام کرد بر امام به بعد پرسان کرد که امام چرا در ای آفتاب استادی در او سایه استاد نشدی میدانید امام ابو حنیفه چی گفت چیزی که امروز درد ما رنج ما مصبت ما همیست میگن فقط پول باشه امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه فرمود برادر عزیزم میدانی این خانه مال کسی است که تمام از طریق سود و رشوت این خانه را آباد کرده من میترسم اگر در سایش استاد بشم فردا روز قیامت الله از این سوال بکنه که تو از سایه خانهی که با سود آباد شده بود استفاده کردی خب او حالت او انسان بدبختی که بیلدنگ ها و آباد کرده از سود و رشوت و روا از غصب از خون یتیم و بیچاره و فقیر و مسکین و در بدر خب حالی او چی خواهد شد اگر تو واقعا پیرو امام ابو حنیفه هستی اگر تو واقعا ادعا داری که با مذهب احناف هستی ابو حنیفه خود چنین کسی بود میگم من میترسم روز قیامت الله بگه ابو حنیفه تو در حالی که خبر داشتی او خانه بر با پول سود و رشبت آباد شده بود و تو چرا از سایه او استفاده کردی بنان این آفتاب سوزان دنیا به مراتب برایم بهتر و آسان تر است از عذاب دردناک الهی در روز قیامت ما در کجا قرار داریم امروز هم و غم و رنج و مصیبت ما شده پول کسی نمیگه این حلال است یا حرام کسی نمیگه این پول غصب است یا حق فقیر و مسکین <applause> کسی نمیگه این مال یتیم است یا غیر یتیم کسی نمیگه که بچیم این پول از کجا آوردی از چی طریق به دست آوردی در حالی که در روز قیامت از روپیه روپیه ای زیر از خداوند پرسان میگه تقوای امام ابو حنیفه در معاملات یک تاجر بود تاجری خیلی قوی بزرگ صاحب ثروت هیچ وقتی چشم به جیب کسی ندخته بود انتظار نمی کشید که فلانی خان یک پاکتی به جیبش کنه مثل ما مولای بیچاره باری که هر روز چشم ما به جیب دیگر است اگر کسی جان خودم خوارید ما فکر میکنیم که به ما پول میده مستقل بود تاجر بود زحمت میکشید روزی برای شاگردش در دکان وصیت کرد که بچیم یکی از این پارچه های رخت یا توپ های رخت درش عیب است اگر مشتری آمد عیب این رخت بریش بگوی و باز بعد برش بفروشی گفت چشم استاد امام رفت پشت کار تعلیم و تعلم وقتی بر میگردد میبیند که او توپی رخت در دکان نیست پرسان میکنه که چی کرده میگه او را فروختم میگه عیبش برش گفتی میگه نخر فراموش کردم قهر نمیکنه غضب نمیکنه کوب نمیکنه شاگردشه ما دکاندارای دیدیم که صد فاش برای شاگردش میده صد بی ادبی و بی حرمتی رو برای شاگرد زیر, زیر دستش میکن کارگریت است و زیر دستیت است ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السما اگر تو میخوایی که در دکانت برکت ایجاد بشه اگر تو میخوایی که در مال و ثروتت برکت ایجاد بشه تو برای زو رحم کن و زیر دستی تست امام ابو حنیفه فرمود خیر است بچیم به چی قدر فروختی فرمود با این قدر مقدار پول پولش میگیره در بازار برای فقرا توزیع میکنه برای خدا مگه خوردن این پول برای ابو حنیفه درست نیست پارچه ای که در روز عیب بوده او رو برای مشتری فروخت امروز ما در این بازار بریم چی چیزا میبینیم جنس پاکستانی به نام ژاپنی ژاپنی ایرانی به نام ترکی ترکی به نام فلان کشور هزارها دروغ و قسم را رو میخورن روز از روزها یکی از جوانان برای زنگ زد که استاد ما میخوام دکانداری کنم چی شرط داره دکانداری گفتم سه کار نکن دیگه هر چی توانستی فایده بخور گفت او میگفت چند فیصد فایده بخورم گفتم همین سه کار انجام ندی هرقدر قدر توانستی فایده بخور چی کار کنم یکی قسم نخور یکی دروغ نگو یکی مالیت تعریف نکن گفت سیست دیگر چی فایده خوردم مشکل نیست گفتم بخور بعد از در روز زنگ زد گفت استاد اگه این کار نکنی خو نف نداره نفهم به سه کار است خود نمیشه تو خوب پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ممکن مال شما با دروغ به فروش میرسه این دروغ چالش داره به خصوص در زمان ما در اصل امروز نمک زندگی ماست هر انسانی از صبح تا شب حساب کنه ممکن شاید 20 تا دروغ بگه خودش پیش خودش حساب بکنه مقایسه بکنه دروغ گاه وقتی با شوخی هم میشه زن پیش پیامبر صلی الله علیه و نشسته بود تفلکش از پیشش رفت و طرفتر و بعد ای زن دست خدا بجی بیش که صدا کرد که بچیم بیا که برای چی میدم تفلک برگشت آمد مادر دست خدا بیرون کرد هیچ چیزی برش نداد پیامبر صلی الله علیه و غضب شد گفت چرا ندادی برش گفت یا رسول الله ایر سرگرم نگاه میکرد گفت چرا دروغ گفتی بریزی تفل گفت یا رسول الله خود طفل است کوچک است گفت خب این طفل است تو در برابر کسی دروغ میگی که او روز قیامت هم شاهد است هم حاکم است برای پیش از چی کار میکنه خیلی از دکاندارا و تاجرای ما است میگه والله خوشحالیم امروز یک مالدار بگیر ما آمد از اطراف یک اطرافی آمد کلا گذاشتیم سرش بیا ببین فایده ممکن این دروغت مالت به فروش میرسانه ولی خیر و برکت ازش برمیداره. از طرف دیگه خداوند یک مصیبت رو میاره که چند برابری زور بعد مصرف بکنی ولی تو نمیفهمی و الا اگر نه هر مصیبتی در زندگی یک سلی محکم است به صورت خود ما هر مشکلی در زندگی یک پند است از طرف خداوند یک چرا قرمز است سر رای ما یک زیکنال است یک اشاره است هوشیار شو میگه والله اگر یک طرف کات نمی کردم از بین رفته بودم او تو نبودی ما خیلی مشکل داریم چیزی که ما از امام ابو حنیفه امروز به ما ضرور است به عنوان پیروان مذهب صدق امام ابو حنیفه دیانت امام ابو حنیفه تقوای امام ابو حنیفه اخلاق و معاشرت امام ابو حنیفه اینها در زندگی برای ما ضرور است تعاملش با همسایه هایش چگونه بوده؟ برید تاریخیشو بخوانید دیوار به دیوار خانه امام ابو حنیفه کسی بود یک جوان شرابی او مثل ما ملاباری هر روز فتوای کفری حضور نمیداد هر روز نمی گفت که این شرابی باید کشته بشه از بین بره شراب میخوره بارها و با کرات و مرات برش دعوت میکرد با سلامندی، با اخلاق با شیوه بز بسیار بزرگ و او جوان میخندید میگفت امام ما هر روز را اذیت میکنم شراب میخورد روز از روزها دولت زمان آمد ای جوان گرفتار کرد خبر به امام ابو حنیفه رسید که فلانی همسایه دولت گرفت میدانید امام ابو حنیفه از فرصت استفاده کرد نرفت که اونجا بشینه مثل ما و شما بری هر فاسدی که گرفتار میکنن هر اختطافچی ظالم قاتل و بعد بریم گردن کج بکنیم صد تا دروغ و قسم هم بخوریم که والله ای بی گناه امام میره در زندان پیش جوان می نشی. برش توصیه میکنه میگه بچیم تو مر اذیت زیاد کردی همساییم از حق همسایگی داری در گردنیم اگر یک قول بده که دیگه شراب نخوری شراب خوری را ترک کنی من سفارشت میکنم که آزاد بشی میگه امام قول میدم دست رو دست امام ابو حنیفه میگذاره تعهد میکنه و بعد امام ابو حنیفه پیشنهاد و حاکم وقت میکنه که این جوان را آزاد بکنه این توبه کرده برگشته و بعد آزاد میشه در نتیجه یکی از جمله عرفا و دانشمندان بسیار بزرگ میشه در آینده زود قضاوت نکنید اگر کسی در گناهی دیدید زود فیصله نکنید ما در مقام و منصبی نیستیم که برای کسی بگیم تو جهنمی هستی ما صلاحیتی نداریم برای کسی بگیم تو به جهنم میری و تو به بهشت میری بهشت و جهنم صلاحیتش به دست الله هست الله فیصله می کند که چه کسی به دوزخ میره و چه کسی وارد بهشت میشه ما مسئولیت انجام اعمال صالح داریم همسایی دیگری اشغالایش جمع میکرد هر روز منداخت داخل سرای امام ابو حنیفه غیر مسلمان بود و امام او را با این بزرگواریش جمع میکرد میبرد به جای اشغال دانه میانداخت کو امروز همسایی منو توی برخورد با ما بکن ما با او چی میکنیم با باز گپ که میشه والله ما پیرایی مذهب احنافیم چه میدانی تو از احناف چی میفهمی برو یک بار بخوان تاریخ امام ابو حنیفه امام بزرگ باز بیا ادعا بکن هر روز اشغالایش جمع میکرد مینداخت داخل خانه امام امام ابو بنیفور رو جمع میکرد میبرد به اشغالدانی می‌انداخت. تا که به مدتی زمان این کار را تکرار کرد دید کدام عکس عملی از جانب امام نرمد روز آمد با دو زانوی ادب نشست گفت تو انسان بزرگی هستی خیلی صبر و تحمل داری خیلی اخلاق زیبا داری تو را اذیت کردم اما تو کدام عکس العمل نشان ندادی امام میگه دین من رهبر من که پیامبر صلی الله علیه و سلم باش چی قدر اذیت ها دید از دست قومش از دست همسایه هاش اما همر در روز فتح مکه بخشش کرد مگر ابو حنیفه ای قدرت و توانر ندارد که تنها آزار و اذیت یک همسایه را تحمل بکند بیایید که ای رشت بگیریم ای اخلاق ریاد بگیریم در زندگی ای کار کسی انجام میداد که امام امروز میلیون ها انسان دنبال خط قدم از او حرکت میکن او به نام امام اعظم میشناسن او افتخار عرب و عجم هست هر مسلمانی در دنیا باش برش فخر میکنه ما در اول صحبت گفتم بعضی انسان ها مقامشان به جای میرسد جایگاهی پیدا میکنن که مرزی قوم و سمت و نجات حتی مرزی دیانت هم میشکنند مرز اعتقادم شکسته میشه ابراهیم علیه السلام ما کان ابراهیم یهودیان خیلی این آیت عجیبه ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولیکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین چهار طایفه در دنیا ادعا داره هر کس میگه ابراهیم مال ماست ابراهیم از ما بوده از بس که ابراهیم جایگاه داشت انسان بزرگی بوده قابل ارزش بوده الگوی توحید و یک تا پرستی بوده یهودیت میگفت ابراهیم از ماست مسیحیت میگفت ابراهیم از ماست مشرکین حتی میگفت ابراهیم از ماست مسلمان ها میگفتن ابراهیم از ماست ابو حنیفه امروز عین قضیه کسی است که حتی غیر مسلمان هم در وصفش اشعار میگن توصیف میکنن ابو حنیفه کسی است که عرب افتخار میکنه میگه ابو حنیفه افتخار ماست نحن نفتخر به امامنا والله خودم در حرم به گوشایم شنید در کنارم یک الجزائری است یک طرف دیگه نایجری از نایجریا بود ما خود استای خود پایین بسته میکنیم وقتی که سلام دادیم پرسان کرد که شما در کدام مذهب است احناف نحن نفتخر بكم ما به شما فخر میکنیم مثل ما و شما باری نیستن که اگر یک کسی دید دستایش بالا گرفته است فورا توهین و تحقیر اونا میتونن امامان ما با یک دیگر حرمت داشتن احترام داشتن بزرگواران ما بودن این حنیفی بودن و ما به این معنی نیست که دیگران او و ما به حق هستیم به این معنی است که همه از نظر عقیده اهل سنت و جماعت هر چهار مذهب بر حق هم شافعی ها هم مالکی ها هم حنیفی ها هم حنبلی ها اما ما حق نداریم وقتی که در مذهب امام ابو حنیفه هستیم هر جای دیگه که ساده بود از هر مذهبی هر روز به تازه میزی برای طرف و طرف به یک مسیر که روان استید همون مسیر انتخاب کردید و حرکت بکنید تبقیه چه شخصیتی بزرگی بود از نظر عقل، علم، دانش، تقوا، اخلاص، عمل اگر شب و روز ما در مورد او وصف این بزرگوار رو بگوییم هنوز کم است انگیزی انتخاب من به خاطر این بود که شما در طول هفته دیدید در مدت سه روز در لوی جرگه ارتباط به جایگاه، مقام، علم، دانش، فقاهت امام ابو حنیفه صحبت بود تعداد کثیری از علما سر تا سر کشور جمع شدن و در اونجا در مورد شخصیت امام ابو حنیفه صحبت میکردن به خصوص با ما مردم افغانستان بالاترین افتخار است که افغانی ماست از این سرزمین و از این مملکت دانشمندی که در دنیای مسلمان ها همه برش فخر بکنن و امروز میلیون ها میلیون انسان از سیاپوست، سفیدپوست، عرب، عجم، پشتون، فارسی، اردو، انگلیسی دنبال قدم نقش امام ابو حنیفه حرکت میکن خیلی قضیه مهم است ولی ما چه قدر تاریخی بزرگ خواندیم؟ خاندیم چه قدر شخصیتی زیر مورد بررسی قرار دادیم چقدر معرفت داریم با این بزرگوار با این دانشمند که دیگرها در وصفش میگویند عبدالله ابن مبارک میفرماید کان ابا حنیفه مخ العلم بود امام ابو حنیفه مغز علم بود علم بگذار که مغز علم بود امام شافعی در وصفش میفرماید الناس عیال فی الفقه لابا حنیفه مردم جیره خور سفره ابو حنیفه هستند در قضیه فقه و فقاهت نیم قرن در کل کره زمین در کشورهای اسلامی فقه امام ابو حنیفه تطبیق میشد با اعتدالترین فق پاسخگوترین فقه فقه مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی علیه هاست چون ما امتی اعتدال و مانهرو هستیم ما امتی افراتگر و تفریتگر نیستیم ما باید متوسط حرکت بکنیم میان باشیم در همه ابعاد زندگی و فقه امام ما و افتخار ما و بزرگوار ما هم بر اساس اعتدال و میانهروی ترتیب شده جامع ترین فقه یک نکته دیگر هم اشاره بکنم وقت رو به خلاصی هست تعاملش با شاگردانش درس بسیار بزرگی است کل زندگی امام رو وقتی بخوانید بری تاجر الگو هست بری امام الگو هست بری فقیه الگو هست بری همسایه الگو هست بری استاد الگو هست بری هرکس یک نمونه ای در زندگی امام ابو حنیفه هست امام ابو یوسف دوتا شاگردان مشهور امام ابو حنیفه امام محمد و امام ابو یوسف القاضی هست اینها شاگردان تراز اول به دست اول امام ابو حنیفه هستند دانشمندانی که فقهی ابو حنیفه ر بعد از او ترتیب کردن اینها هستن خود امام ابو حنیفه در زندگیش کتاب زیاد ننوشت کل فقهش بعد, بعد از او شاگردانش او رو ترتیب کردن در مدت چند روز امام ابو یوسف از درسش مفقود شد بعد از چند روز که آمد گفت چرا از درس قایب شدی حاضر نشدی به اصطلاح ما و شما غیر حاضر می شوی. گفت استاد ما فقیر استیم پدر و مادر این فقیر استن من میرم کار میکنم چند روز باز چند روز میایم درس میخوانم این بسیار درس بزرگی است برای او شاگردایی که توانایی مالی ندارن برای او کسایی که درس میخوانن قدرت مالی نداره و بعد امام ابو حنیفه پدرش را درخواست میکن برش میگم مسارفی کاری که ابو یوسف انجام میداد یعنی همون درآمدی که ابو یوسف روز میره کار میکنه همون را من میپردازم برای فامیلتان ولی ایر از درس نکشید یعنی وقتی به اجتهاد میرسه عالم میشه در بسیار از جاها مخالف نظریه امام ابو حنیفه است امام ابو یوسف یعنی شاگردش است پیش استادش درس خوانده اما مخالف نظریه استادش ای است اینا در فروعات است در بحث علمی قضايا هست این چیزی نیست که ما رو بگیم والله اختلاف است و رو هر روز به سر زی دعوا بکنیم و جنگ و جنجال و مشکل زایی یعنی شاگردی که هم او تنویل کرده هم برش درس خوانده هم او بزرگ کرده ولی در بسیار جهان مخالف نظر امام ابو حنیفه است میگه اینجا امام ما چنین گفته نظر ما چنین است برداشت ما در قضایای فقهی، در فروعات در اصول کسی اختلاف نداره در قضایای جزئی فرعی یعنی آنقدر بین یک اینها مهر و محبت و احترام داشتن و هم دیگر دوست بودن که بعد از فوت امام ابو حنیفه امام شافعی میاد سر قبر امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه وقت سلاتی وتر رو میخواند طبق مذهب امام ابو حنیفه میخوانه دعای قنوت سلاتی وتر می ترتیبی که ما میخوانیم سر و کت با همین شیوهی که میخوانیم شاگردان پرسان میکنه که امام شما خو رأی شما دیگه بود چرا این ترتیب خواندید میگه به احترام این برادر عزیز و بزرگوار که اینجا دفن است یعنی آنقدر مهرو و محبت دوستی احترام و امروز بعد از یک هزار سال ما آمدیم با سر مثال جزئی با هم دعوا و جنجال و اختلاف کسی حق نداره که سر این مسائل اختلاف بکنه و جنجال بکنه و دعوا بکنه و یک دیگر توهین بکنیم و تحقیر بکنیم و تکفیر بکنیم و والله فلانی چنین کرد و فلانی چنین بزرگانی بودن که مثل ستارگان و آسمان می درخشیدن هر کدامی از اینها دانشمندان بزرگی که قابل افتخار کل امت اسلامی بودن الله تبارک و تعالی به همه و توفیق عمل بفرماید اله پروردگارا با آن چیزی گفته شد به ما توفیق عمل عنایت بفرما و ما توفیق بدی تا روان خوبی باشیم برای امام ابو حنیفه از علم امام ابو حنیفه از اخلاق امام ابو حنیفه از تقوای امام, امام ابو حنیفه پیروی بکنیم مریضان را شفای عاجل اسیران از را آزادی قرض قرضداران را از خزانهای های غیب ادا یا الله جوانان ما خواهر و برادر هر مشکلی دارن مشکلاتشان را حل بگردان و صلی الله تعالی علی رسوله محمد و آله و اصحاب اجمعین برحمتک